معلومات بیشتر در مورد روماتیسم قلبی و شیوه های تداوی و جلوگیری از او را از مهمان برنامه امروز محترم دکتر روحینا نجم، استاد در کالج میرد ایالت کالیفرنیا که از طریق اسکایپ با ما هستند جویا میشیم. سلام به شما دکتر سایب و تشکر از حضورتان در برنامه. علت بیماری روماتیسم قلبی چیست و چرا گراف مبتلایان به امراض قلبی در جهان به خصوص در افغانستان رو به افزایش است؟ سلام بر شما و به تمام بینندگان عزیز پروگرام شما. دلیل از این روماتیسم قلب از بسیار گلوندردی ساده شروع میشه و سبب از این که این مریضی زیاد است در افغانستان بس خاطر که مردم به دسترسی به آب، به نظافت و همچنان به غذای خوب ندارن. از این لحاظ این مرض رو به افزایش در افغانستان است و یکی از one of the most affected area in the world. Afghanistan is one of the most affected area in the world as خاطر روماتیسم قلبی است. دکتر صاحب، عمدترین علائم روماتیسم قلبی چی است و چگونه مردم میتونن از ابتلا به این بیماری بسیار خطرناک جلوگیری کنن؟ اولین عرض از یک گلوندردی بسیار ساده است که شروع میشه، باز تب شروع میشه، اگر تداوی نشه جلد میگیره و بعد از اون مفصلا درد شروع میکنن، اگر تداوی نشه والو قلب مبتلا میشه کمی روماتیسم قلبی است و سبب بسیار مریضی شدید میشه که بسیار از خانما در وقت ولادت از خاطر نمیفهمند که مریض روماتیسم قلبی را دارن سبب مرگش در وقت ولادت میشه. و جلوگیری از این بسیار ساده است، اگر به دکتر مراجعه کنند تداوی بسیار ساده امرای پنسلین داره برای 7 روز تا 10 روز و خود مریضا به بسیار خوبی پس به صحت کامل جور میشه. دکتر صاحب، آیا این بیماری نزد کودکان و طفلانیست شایع است؟ بسیار زیاد در افغانستان از خاطر که به نظافت و قلت و آب و غذای خوب برای اطفال بسیار کم است، بسیار و همچنان مریض بسیار سرایت سری داره، از یک نفر به نفر دیگه بسیار به زودی سرایت میکنه. از خاطر در بین طفلا مخصوصا اطفال در یک خانه زندگی میکنن و غذای خوب نمیخورن سرایت زی بسیار شدید است و از این خاطر که وقتی که اینا در سن خرد گلوندردی چندین بار میشن و سنهای 20-25 سالگی قلبشان مریض میشه و ما که به افغانستان بودم که آمدم چندین مریض از ایره به ظرف یک هفته دیدم که همیشان به سنهای 20-25 ساله بودن. یک جان تشکر از حضورتان در برنامه و وقتتان خوش.